عکس گرفتن وزیر ارتباطات ایران با یک ماهواره شاید به خودی خود خیلی عجیب نباشد، ولی وقتی او زیر عکسش با ماهواره ناهید پیام صبح بخیر دونالد ترامپ را می نویسد، قصه جالب می شود. رئیس جمهوری آمریکا دیشب با انتشار تصویری بسیار واضح در صفحه توییترش که ظاهرا آثار انفجار در پایگاه فضایی ایران در سمنان را نشان میداد، گفته بود آمریکا در این حادثه دست نداشته. خبر این حادثه را پنجشنبه رادیوی ملی آمریکا NPR منتشر کرد و نوشت تلاش ایران برای پرتاب یک موشک ماهواره بر در مرحله ابتدایی دچار مشکل شده. ماهواره ناهید کجاست و روایت آمریکا از آنچه در سایت شماره 1 مرکز فضایی امام خمینی اتفاق افتاده چیست؟ بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم. اول گزارشی از مهدی بیگی. حال ناهید چطور است؟ سوال مشترک همه خبرنگارانی که وزیر ارتباطات ایران را در مرکز پژوهش فضایی همراهی می‌کردند. خب این دختر خانم ماهواره ناهید یک رو میتونید ببینید که تستای سازگاریش با پرتابگرم به اتمام رسیده و آماده تحویل هست به وزارت دفاع که فرایندهای در مدار قرار گرفتنش طی بشه. این ماهواره الان در پژوهشگاه فضاییه، بنابراین بدون شک ماهواره ناهید اینجاست و من صبح بخیر میگم به اونایی که علاقمند بودن ببینم. طعنه به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که دیروز در توییترش از حادثه فاجعه بار در مرکز فضایی امام خمینی در جنوب سمنان خبر داده بود. حادثه ای که آقای جهرمی گفت از آن اطلاعی ندارد. ببینید اینکه حالا اونجا اتفاقی هست یا نیست طبیعتاً دوستان وزارت دفاع صحبت میکنن، اما ماهواره ناهید اینجاست. از توضیح وزارت دفاع که فعلا خبری نیست، اما در مرکز فضایی امام خمینی چه خبر بوده؟ ما خواستیم و توانستیم به حول و قوه الهی. ما برای آنچه ایران خانه خوبان شود. مرکزی که دو سال پیش و با پرتاب موشک ماهواره بر سیمرغ به فضا افتتاح شد. مجموعه بزرگی شامل دو سایت که همه مراحل آماده سازی، پرتاب، کنترل و هدایت موشک ها را بر عهده دارد. در عکسی که دونالد ترامپ در توییترش منتشر کرده، در گوشه سمت چپ نوشته شده آتش سوزی و ویرانی تنها در قسمت شمالی سایت. در قسمت مرکزی تصویر دکل تجهیزات جانبی ویران شده. کمیان طرفتر برپاگر پرتابگر سیار موشک سفیر، آن هم ویران شده. در دو طرف دو خودروی پشتیبانی که آنها هم به ادعای این تصویر ویران شدند. مشخص نیست که این خودروها سرنشینی هم داشتند یا نه. و در سمت چپ تصویر تریلر موتور موشک. شعار محصول ملی، اقتدار ملی هم که به خوبی نمایان است. محصولاتی که البته همواره منجر به اقتدار ملی نبودند. از جمله در تلاش قبلی ایران. دی ماه 97 و پرتاب ناموفق ماهواره پیام. پیام امیرکبیر بر روی بالهای پرتوان و بی‌نظیر سیمرغ به پرواز درآمد تا پیام سربلندی، خودباوری و اراده جوانان ایرانی را به مخ جهانیان بکشد. متاسفانه در لحظه قرار گرفتن ماهواره در مدار و جدا شدن ماهواره از ماهواره بر در ارتفاع 500 کیلومتری سرعت جدا شدن ماهواره از ماهواره بر به سرعت لازم نرسیده بود و ماهواره بر به سرعت لازم نتونست برسه. حسن روحانی دو سال و نیم پیش در روز فناوری فضایی این دو ماهواره را رونمایی کرد. دونالد ترامپ در توییتش نوشته برای ایران بهترین آرزوها را دارد و امیدوار است در مشخص کردن اینکه در سایت یک چه اتفاقی افتاده موفق باشند. مقام‌های آمریکا اخیراً در مورد برنامه فضایی ایران و پرتاب این ماهواره‌ها ابراز نگرانی کردند.
از دید آمریکا موشک‌هایی که این ماهواره‌ها را در مدار زمین قرار می‌دهند توانایی حمل کلاهک هسته‌ای را هم دارند. ماهواره ناید ماهواره مخابراتی در باند UHF و KU ارتباطات مخابراتی رو برقرار می‌کنه. فعلا به قول وزیر ارتباطات حال ناهید خانم خوب است. و در نوبت پرتابی که احتمالاً آمریکا از همه بیشتر آن را زیر نظر خواهد داشت. مهدی بیگی، بی بی سی. خبرنگار ما کامبیز فتاحی از واشنگتن با ماست. کامبیز، عکسی که آقای ترامپ منتشر کرد واکنش‌های زیادی داشت و جنجال برانگیز هم شد تا حدودی. خب بله، عکس در واقع سازمان‌های جاسوسی آمریکا و ماهواره‌های جاسوسی آمریکا بوده که به نظر میاد خیلی مشخصاً این سایت رو زیر نظر داشتن و آقای ترامپ این رو اومد در اقدامی جنجالی منتشر کرد که توجه بسیار زیادی رو هم به خودش جلب کرد. افرادی که انتقاد می‌کردن که این چه جور عکسیه، چرا رئیس جمهوری آمریکا این کارو کرده. منتها فراموش نکنیم آقای ترامپ کسیه که اعضای کابینه اخراج می‌کنه در شبکه توییتر و در این مورد هم میشه گفت در اقدامی شاید قدری کم سابقه اومده و بخشی از یک عکس به نظر میاد گزارش فوق سری بوده که به او داده شده بوده در مورد این تأسیسات ایران رو منتشر کرده و این برداشت رو به وجود آورده. به صورت تلویحی شاید این پیام رو داده که شاید این کار آمریکا بوده. فراموش نکنیم محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در بهمن سال گذشته مشخصا اعلام کرد که در مصاحبه با شبکه‌های آمریکایی که دو پرتاب ماهواره ناموفق شاید به خاطر خرابکاری آمریکا بوده باشه و ایران داره تحقیقات میکنه و این اقدام آقای ترامپ هم باعث شده که خیلی ها دوباره این زن و گمان رو مطرح کنند در اینجا در آمریکا. ممنونم از همکارم کامبیز فتاحی در واشنگتن. و ما موضوع رو ادامه میدیم با مهدی طلعتی، تحلیلگر مسائل امنیتی و نظامی از سنت گالن سوئیس. آقای طلعتی، از شواهدی که ارائه شده، از عکس هایی که این طرف اون طرف منتشر شده و خصوصا عکسی که آقای ترامپ منتشر کرده، میشه فهمید که مشکلی فنی در کار بوده و یا یک نوع تخریب عمدی؟ ببینید، وقتی یک مسئله اینجوری رخ میده به خاطر اون بحث سری بودن این مسائل، معمولا ما نمیتونیم اطلاعات دقیقی رو از چند و چون این مسائل داشته باشیم. بنابراین به اون چیزایی که منتشر میشه و با حدس و گمان میشه این رو گفتش که ممکنه خرابکاری بوده باشه، ممکنه نقص فنی بوده باشه، ممکنه یک پروسه طولانی سازمان‌های اطلاعاتی خارجی برای دادن مواد و سخت افزار و نرم افزارهای جعلی و خراب برای به بحران کشیدن این مسئله بوده باشه. یعنی تمام این سناریوها میتونن مطرح بشن، ولی با توجه به اینکه عکس نشون میده موشک هنوز در مرحله پرتاب نیست و تنها در مرحله لوجستیک، ممکنه توی اون مرحله لوجستیک یک مشکلی پیش اومده باشه که این مسئله رو ایجاد کرده باشه. از حرفای آقای ترامپ چه نتیجه ای میشه گرفت؟ آیا میشه گفت که آقای ترامپ داره تلویحاً مسئولیتی رو میپذیره یا برعکس از خودش رفع مسئولیت میکنه؟ ببینید، به نظر من آقای ترامپ بعد از سرنگون شدن پهباد آمریکایی در خلیج فارس منتظر این قضیه بود که به ایرانی‌ها بگه حالا چه این کارو کرده باشن چه نکرده باشن که آمریکا دستش باز هستش که تلافی بکنه و در واقع حرفی که اینجا میزنه طعنه‌ای هستش برای جبران کردن اون مسئله که شما برید بگردید و ببینید که این مسئله از کجا آب می‌خوره. در واقع این میتونه یک نوعی پیام باشه، همونجوری که تو گزارش هم گفته شد، یک پیام تلویحی به ایران باشه که ما تمام کارهای شما رو کنترل میکنیم و میتونیم روشون اثر بذاریم. از تصویری که منتشر شده و باز هم از مباحثی که در رسانه‌های آمریکا مطرح شده، میشه گفت که نوعی اشراف اطلاعاتی آمریکا داره که شاید انتظار نمیرفت به این حد دقیق باشه؟ ببینید، بس بر سر این هستش که بعد از اون قضیه پهپادها ظاهرا اینجور که گفته شده، هنوز خبر موثقی توی قضیه نیست،
بخشی از سیستم‌های کنترل و مراقبت هوایی ایران توسط آمریکایی‌ها دچار صدمه و آسیب شده و بنابراین از بحث عملی خارج بوده و نمیتونستن عمل کرده مناسبی داشته باشن. این بحث هستش که آمریکا سالها هستش که در مناطق بحرانی و در مناطقی که به منافع ملیش برای منافع ملیش اهمیت بسیاری دارن سرگرم جاسوسی هستش، چه از طریق ماهواره‌های جاسوسی و چه از طریق هواپیماهای بلند پرواز و در این دهه گذشته هم از طریق درون ها. بنابراین این میتونه این رو داشته باشیم که آمریکایی ها همیشه اطلاعات خاصی رو برای خودشون از منطقه هدف جمع‌آوری میکنن و بس بر سر این هستش که این اطلاعات رو هیچ وقت درز نمیدن، به خاطر اینکه منبع و شیوه جمع‌آوری این اطلاعات برای آمریکایی ها بعضی وقتا مهمتر از این هستش که اون محصول رو به کسی نشون بدن، به خاطر اینکه این پروسه یک پروسه زمانبر و هزینه بر هستش که در طی سالیان دراز به وجود میاد و در واقع مثل یک درختی هستش که قرار سالها میوه بده، نه اینکه یک نتیجه موقتی و دفعتی داشته باشه برای سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا. غیر از یکی از وزرا که در گزارش هم اشاره شد، دیگه چندان واکنشی از ایران دیده نمیشه که خبر رو رد بکنن یا تایید بکنند. این نشان دهنده کم اهمیت بودن ماجرا از طرف ایران داره یا اینکه ممکنه موضوع خیلی جدی هم باشه؟ ببین، به نظر من از طرف ایران موضوع خیلی جدی هستش، به خاطر اینکه این سومین پرتاب ایران بود و از نظر حیثیتی برای ایران خیلی اهمیت داشتش که این در واقع با توجه به وضعیت فعلی که در روابط ایران با منطقه و با جهان خارج حاکم هست با موفقیت پرتاب بشه. بنابراین من فکر میکنم که الان هستش که سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران بشینن فکر بکنن و ببینن که مسئله چی بوده و چرا به این قضیه رسیده. از طرف دیگه ایران وقتی که پای شکست به میون میاد هیچ وقت این رو مثل پیروزی توی بوق و سرنا نمی‌کنه، بلکه سعی می‌کنه که از کنارش خیلی با سکوت رد بشه و در طی زمان اون رو بررسی بکنه. بنابراین به نظر من این جور مسائل که به بحث امنیت ملی ایران مربوط میشن و برای ایران مهم هستن از نظر دفاعی و نظر اطلاعاتی بسیار مهم هستش و قاعدتا ایران این قضیه رو دنبال خواهد کرد. ممنونم از مهدی طلعتی، تحلیلگر مسائل امنیتی و نظامی از سنگالان سوئیس.